بهترین لیک های دنیا در جزیره مرگ. توی این ویدیو بهترین بازیکن های هر لیگ رو داخل یک تیم قرار دادیم. برای مثال قوی ترین بازیکن های لیگ ایران مثل رامین رضاییان، شجاع خلیلزاده، کنانی زادگان، میلاد محمدی، شهریار مغانلو، شهاب زاهدی و غیره رو آوردیم همشون رو توی تیم سپاهان اصفهان و حالا 10 تا از بهترین لیگ های دنیا با هم دیگه بجنگن و در آخر ببینیم چه کسی از این جزیره زنده بیرون میاد. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو حتما لایک و سابسکرایب کانال یوتیوب فرهاد چشکی ماست انرژی، بریم سراغ ویدیو. حسد جمعه تری گردونم چرخونیم تا اولین لیگ در بیاد و کسی نیست جز سری آ. توی یه دیره به سمت سری آ میریم، فلش رو میچرخونیم و به سمت راست بالا میفته، یعنی لالیگای اسپانیا. واسه سری آ یوونتوس رو انتخاب کردیم و برای لالیگا رئال مادرید رو برداشتیم. توی ترکیب یوونتوس همه بازیکنای سری آ که بهترین نسخه خودشون بودن اومدن ترکیب همه تیم‌ها هم با هم دیگه یکسانه و هیچ تفاوتی توی حتی ادوانس‌هاشون نمی‌کنه. و اما از اون طرف آقای لواندوسکی و مروتا و بقیه بچه ها آقای کورتوا در اون دروازه قرار گرفته. حالا باید قوی ترین بازیکنان لالیگا در مقابل بهترین های سری آ قرار می گرفتن. حالا بعد شروع میشه در ورزشگاه اولترافورد انگلستان. بهترین های سری آ آقای فدریکو کیز و دنیلو که اکثریت یوونتوسی هستن باید در مقابل رئال مادرید که منتخب بارسلونا، رئال مادرید و اتلتیکو بقیه دوستان اساتید دستش بازی بکنن. سانتر اول و اینم بهتون میگم بخاطر اینکه عدالت رعایت بشه توی این ویدیو از گل طلایی خبری نیست. من تا دقیقه آخر نمید بازی بکنم ببینیم که کدومشون کدوم یکی رو میزنه. شاید اون یکی کامبک زد. مندی به سمت وسط میاره، عثمان دمبله وینیسیوس رو شوتشو در میاره. این نظر منو بخوای لیگ انگلستان و این و اون به نظرم قهرمان نمیشن. اینجا یک لیگی قهرمان میشه که لیگ معروفی نیستش. ولاهوویچ تیر دروازه. من میگم لیگ پرتغال یا بوندسلیگا نمیدونم. تیم اول بدون گل مساوی شد. عثمان دمبله با شماره 7 شماره وینیسیوس یونیور به خود اختصاص داده، پوگبا نمیتونه جلوشو بگیره. شوامنی به وسط تر میرسونه، لواندوفسکی میتونه به دقیقه چه شدی چه سیو دمبله یو تچ زرت زد تو گلتون. ببین زرت زد تو گلتون. بار کلاق بدرین رو ما تشویق بکنی، بار کنالی بوده شو. بابا بریم گم شین زد حمله بزنین گلش کنیم. بده ها به چیز زد حمله قشنگ شوت ها باید بزنه. شوامنی به جلو تر میرسونه، دمبله به کار با خال کاپیتان تیم رسونده. نمیدونم چه جوری کار با خال کاپیتان شده. سانتر قشنگ چه گلی خوردی. خدا شاهد گوله، یعنی لیاقتشو داشتی، خاکشون سرتون. خیلی قشنگ زد بهت گوله رو. با چینا اصلا داداش اینا اصلا نیومدن به خدا واسه جنگ. یه چی ماختین شما؟ یه چود زدین یا ما کور بودیم؟ نه یه دونه رو زدین ها. خوبه حالا باز دوباره لالیگا به عنوان اولین لیگ در آبهای خروشان غرق میشه و سری آ قدم روی خودش رو گسترش میده. حالا گردونه رو میچرخونیم تا لیگ بعدی دریادون بیارم که لیگ عربستان باشه و کسی نیست جز بوندسلیگا. پس توی جدیره به سمت بوندسلیگا میریم و فلش رو میچرخونیم که به سمت راست پایین میافته، یعنی لیگ عربستان. برای بوندسلیگا بایر رمونی خبر روشیم و برای عربستان النصر رو انتخاب کردیم. ترکیب عربستان رو مشاهده بکنید که رونالدو، کریم بنزما و بقیه اساتید دوستان جدید حضور یافتن و ترکیب بوندسلیگا پاتریک شیک و توماس مولر نوک قرار دارن و سردار آزمون حویزیه. این بار باید بهترین بازیکنای دنیا به جنگ قوی ترینای بوندسلیگا میرفتن. بله حالا بازی شروع میشه. آقای دلیخت و آقا اوپامکانو درون خط دفاعی قرار گرفتن همراه آقا نوگر. ببین اگر که النصر یعنی لیگ عربستان با این بازیکنای قشنگش بتونه اینا رو ببره که داره میبره، من ایمان میارم که لیگ عربستان میتونه قهرمانم بشه اگر اولین بازیشو ببره. سالیو مانه که من نمیدونم چرا قدش اینقدر دراز شده، باید برم درستش بکنم. شماره 10 این دیدا سانت روی سر مولر در میاد اونجا به قطر. آقا مرتضی شوتر رو میزنه. اوه بگیرش بابا، چقدر میس و فیس میکنی، بکش جلو دیگه. به رونالدو، رونالدو به سادیو مانه. حالا اونجا کریم بنزما، سادیو مانه به سمت راست میرسونه، انگل و کانته به وسط میونه پاس بده ساندش. الکسرس شماره 3 به وسط تر بعد بیاره پاس رو بده اونجا. حالا ریاض محرز میتونه بچرخه شوتر رو بزنه اونجا، نباید خرابش بکنه ریاض. سوی سانت بده گوشه، بده گوشه سانتش کنه، بده گوشه سانتش کنه. وای گله، ببین این گله، این گله مطمئنم این گله. وای جاو کانسلو، وای بور کل ادوارد مندی. پنالتی کشی، اولین ضربه رو لرویستانه به سمت دروازه ادوارد مندی میزنه، راست میزنه برمار کلا. یا اول فصل قد دونه نرده بونه واسه خودش بزن چپ پایین گله.
دیدی گفتم ادوارد منی تا الان الناس یه دونه بالاه و حالا کمن میزنه به ناتیشو ماس هم در میاره مندی گلش کن گلش کن گلش کن گلش کن دیگه بابا تو ماس موله رو ببین این بشر به شدت مول میزنه و من شرط میمندم این گله خب ریدی من شرط نمستم بابا تو رو آهان حالا سلطان پنالتی میاد کریستیانو رونالدو مندی نگاه نمی کنه استرس بالا هست تو رو خدا گلش کن ببین اینو گل کنه دوتا بالا اینا بره کلا کریستیانو رونالدو ببین اینو در بیاریم بردیم فکر کنم اینو در بیاره بردیم ما چیاریم حاجی 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 چپ بزن حاجی چپ بزن حاجی چپ بزن حاجی چپ بزن دیگه مرتضی به سمت دروازه مندی اگه گل نشه رفته به بالا عربستان که گل شد بابا تو رو خدا گلش کن تو دیگه ببین گله این گله وای کامبک میزنه بوندسلیگا دوباره این نفر یکی اضافه اینو نگ ببین هیچ باختم بابا حاجی وای ماشاءالله تیر دروازه خدا جون تو رو خدا تو رو خدا خاک تو سرت کنن حاجی ریدن الان گلش میکنه دیگه اینا بعبو نیستن که نه بابو هم مثل که واقعا الکسلس باقدی همچو زرافه با شماره سه میزنه که برم به مرحله بعدی من لیگ عربستان لیگ بوندسلیگا رو با ستاره های درخشان اروپاییش حذف میکنه بوندسلیگا با تلاش های بیوقفه بالاخره در آبهای قروشان غرق میشه لیگ عربستان قلم روی خود رو گسترش میده حالا میریم سراغ لیگ بعدی تا ببینیم که بالاخره نوبت مسی میرسه یا نه لیگ فرانسه سمت لیگ فرانسه میرویم در جزیره و فلش رو میچرخونیم به سمت بالا سمت راست میفته آقا سب کن چرا همش راست یعنی لیگ پرتغال برای فرانسه پاریس سن ژرمن رو انتخاب کردیم و برای لیگ پرتغال پورتو رو برداشتیم ترکیب دو تیم رو مشاهده میکنید از منتخب فرانسه و منتخب پرتغال با حضور مهدی طارمی در ترکیب اصلی کلیان امباپه و بهترینای فرانسه باید در مقابل لیگ پرتغال قرار میگرفتن که آقای گلش ایرانی بود بله امباپه شروع میشه توسط آقای کلیان امباپه که با نیمار و بقیه اساتید توی این تیم جمع شدن جایی مسی خالی است مسی تارمی میتونه پاس بده وسط تر مسی تارمی تو برای نگر را چه بار کلا بده وسط تو رو خدا بده تارمی آخه بیشو مسی تارمی میدونه بعدا میذاره اونجا پاس رو میده خود مسی تارمی حرکت میکنه رو به جلو تر میتونه مسی رو راه بندازن اونجا مسی تارمی این خوری احمق چیه بار کلا نه بار کلا دقیقه 40 گل میزنه و دروازه رو باز میکنه لیگ پرتغال حالا آسنسیو به سمت راست میرسونه اشرف حکیمی آسنسیو که به این تیم تازه پیوسته بیرون تر میرسونه حالا دیوید آسنسیو دوباره دیوید دروازه رو میتونه باز بکنه آسنسیو ریباندو بزن وای خطری دفعش کن آقای تارمیو یه گل بدین بزنه خواهش میکنم ازتون دوستان گرامی وسط تر میرسونه دیوید به جلو تر بابا پاس بده به تارمی خوره پاس بده بهش شماره 23 جاماریو داشتش خراب میکردش دوباره دیوید جاماریو که خراب کرده بود دفعه پیش یه دونه دیری میزنه حالا به وسط تر بعد برسونه اونجا گرفتن پرس شدید پاریس سن ژرمن لیگ پرتغال به وسط تر میاره دیوید میتونه به سمت مسی تارمی برسونه همش دارن از سمت جناحی سام میکنن به سمت کنار میتونه به عقب تر برسونه یه دونه شوت روانه دروازه آنها بکنن پاسو جلو تر میرسه از اون سمت آسنسیو میتونه کار روی وحشتناک انجام بده روی دروازه اونا اشرف حکیمی میتونه راه بندازه بازی کنه خودشون و نیمار جونیور وای آسنسیو وای سوتو بزن تارمی بگیر ازش نذار شوت کنه رین آوری لیگ پرتغال لیگ فرانسه رو شکست میده لیگ فرانسه مثل بقیه لیگ های معتبر دنیا از جزیره خدافظی میکنه و لیگ پرتغال دومین قلم روی خودش رو به دست میاره بار دیگر گردونه رو میچرخونیم تا تیم ایران میافته اما لیگ پرتغال در میاد فلش رو میچرخونیم بازم راست پایین یعنی لیگ ترکیه برای پرتغال پورتو و برای ترکیه گالاتاسارای رو برمیداریم ترکیب تارمینا رو دیدین اما ترکیب ترکیه ببین ترکیبش خدایی خیلی بهتر است اینا یعنی اورالی هم بخوای حساب کنی اورالی اونها یه مقدار قوی ترن لیگ ترکیه که اولین بازیشو تجربه می‌کرد باید مقابل تارمی بازی می‌کرد که تشنه گلزنی بود بعد عباد رو دوباره مهدی تارمی شروع می‌کنه لیگ پرتغال قبلا نشون داده که لیاقت رسیدن حتی به نیمه نهایی و فینال هم داره اما اگر پاس بدم به تارمی و گل بزنه یا بعد فاز بازیکن‌های لیگ ترکیه به سمت چپ میارن میتونن ایسان بکنن روی تیر دوم و کارو تموم کنم چجوری تو اینو گل نکردی داداش چجوری گلش نکردی من موندم گفتم گله مهدی تارمی داره نفوذ میکنه سمت داخل مهدی تارمی راه بندازی که میشه در 100 بار لازم گفتی مهدی تارمی به سمت چپ میرسونه اونجا دارن زده همه میزنن رو به جلوتر جاماریو به جلوتر میرسونه دیوید میتونه دوباره راه بندازه دوباره دیوید صاحب توپ میشه به جلوتر میرسونه شماره 30 دوباره به شماره 30 میرسه دیگه اینجا فقط تارمی تو میتونه ارسال کنه واسش
گاون هاجی به جلوتر پاس داده میشه. حالا بازیکنای ترکیه کاردی چه شوتی و بودای خاک تو سرتون، حالمون رو به هم زدیم با این بازیتون. اما پنالتی ترکیه یا بهتر از پورتو بود و به ضربه پنالتی رو پورتو به سمت دروازه گالاتاسارای میزنه. به ضربه پورتو به سمت دروازه لیگ ترکیه که تبدیل به گل میشه. خدا رو شکر چون ریاضه گل میکنه. شماره 11 کلن عشقن میخواد تو تا اینجای کار مساوی هستن رو دیوید نرز به سمت دروازه ترکیه بوری کلا. حالا مرتنز که شماره 10شون رو گرفته میزنه و ریدی پورتو جلا و حالا نوبت مهدی طارمی میرسه که دروازه لیگ ترکیه رو باز بکنه. بابا اگر کارت این پنالتی رو خراب بکنه پورتو دو تا پنالتی پیش میفته و خراب میکنه پورتو دو تا میره بالا. اگر این پنالتی تبدیل به گل میشد پورتو بدون ضربات اضافه به مرحله بعدی میرفت. ایوان نیلسون خود ببین دوستام اینو خراب کنه واقعا. ریگ در این نامآوری لیگ پرتغال لیگ ترکیه رو شکست میده. پس سوپر لیگ به عمق اقیانوس فرو میره و لیگ پرتغال سومین قلمروش رو به دست میاره. حالا از اون 10 تا تیم 6 تا تیم موندن و همچنان منتظر لیگ ایرانیم. دیگه لیگ ایران دیگه باره کلا معلومه که لیگ ایران تشکیل. در جزیره به سمت ایران میریم، فلش رو میچرخونیم، خدا یه جون چپ بده چپ بالا، یعنی لیگ آمریکا و مسی. برای ایران سپاهان رو برمیداریم که دعوا نشه و برای آمریکا اینتر میامی رو برمیداریم. آقا ترکیب ایران داریم مشاهده میکنید، همه بازیکنای ایران که بیشترین اوورال ممکن توی این بازی داشتن ما آوردیم در کنار کلن بازیکنای استقلال پرسپولیس و تراکتور و سپاهان که مشاهده میکنید تعویضیا رو. بعدش هم آقا من این 20 صاحب صاحب مرده رو نگاه کن داشتم روی مهارت، یعنی اوورال. بعد نیای بگی نمیدونم فلانی و نیوردی فلانی و نیوردی، خودش میچینه. واسه همه این کارو کردم من، واسه همه تیم. از اون طرف آقای لیون مسی و لورنزو اینسینی و بقیه اساتید علما در ترکیب حضور دارن، اما اینجا ایران میتونه مسی رو حذف کنه. حالا نوبت بهترینای ایران بود تا با اسطوره آرژانتینی مبارزه کنه. بله ایران بازی رو شروع میکنه با کاوه رضایی و شهریار مغلوب که در نوک قرار گرفتن، حسین کنانی و فورل گنجی هم در رول دفاع و بر اساس اوورال ترکیب چیده شده. لورنزو اینسینی از ناپولی به اینجا پیوسته به وسط‌تر میرسونن ولا به سمت چپ. لیونل مسی خطرناک، مسی بر میاره به ایران من. باز دوباره پاس به لیونل مسی میرسه لورنزو اینسینی. لیونل مسی کاتی میتونه بده به ایران من. بوریکن رامین رضاییان پاس رو به جلوتر میرسونه، شهریار مغلو نمیتونه با صدا رو بزنه، اما اونجا بازیکن پشتیبانی میکنن. دوباره مغلو شماره 70 به وسط تورابی. خدای ایران حداقل از لیگ ترکیه داره خیلی بهتر بازی میکنه. دوباره لیونل مسی صاحب توپ نشد خوشبختانه. دوباره مسی نگیره دیگه، بگیر مسیو. وای نگرشو نبرقم نبرقم. کاوه رضایی به سمت شهریار مغلو میرسونه، بعد برسونه به رامین رضاییان بعد راه بندازه بازیکنای خودی رو. ها شهریار مغلو وای رضاییان راه بنداز سانت کن. رضاییان همون سانت، رضاییان بچرخ هم سانت کن. باره کلا سانت بزنیم. مهدی ترابی فرصت داره برای دیده همه زدن و گل زدن به دروازه حلیف. مغلو کاوه خدا بده گوشه باره کلا همین سانت. نه اضافه است رامین رضاییان، اضافه است. رامین اضافه است اون لعنت. از میان که دو تیم هیچ گلی به ثمر نرسوندن به سمت پنالتی ها میرویم. اما ضربات پنالتی اینتر میامی بهتر از ایرانیا بود. اولین ضربه رو برای مهدی ترابی به سمت دروازه اینتر میامی میزد. بارک حالا یه گل زدی آقا، برو به دروازه بیان. لورنزو اینسینی با قدی کوتاه در مقابل علیرضا بیرانوند دیگه پنالتی رونالدو رو گرفته، ان شاءالله که اینم بگیره. بارک حاج رامین بزن راست سولو میخوره. رامین بزن راست، 7 متر در 2 متر عد زدی تیرنگ. این از زرس گلش میکنه دیگه. بفرم کاوه رضایی امیدوارم که این ضربه پنالتی رو تبدیل گل کنه که مسی رو بگیره دفعه بعدی. بارکلا حالا انگیزه بیرامن داره بالا میره برای گرفتن پنالتی لیونل مسی که هنوزم مسی نیومده. ان شاءالله که اینو بگیریم، یکی بریم بالا. بارکلا یکی بالا ایران. شهریار مغلو شماره 70 در داره باز میکنه. ها اگه پنالتی مسی رو بگیریم کار تمومه. بیرامن ببینم چیکار میکنی. آیا صحنه دراماتیک رقم میخوره همچون پنالتی رونالدو یا نه علیرضا بیرامن؟ نه. آیا برای اولین بار ایران میتونه مسی رو شکست بده با تیمش یا نه؟ خیر. بعد اون داره پنالتی سرجیو بوسکتس میموندیم. بوره کلا به ایران من، ایران به مرحله بعدی رقابت را پیدا میکنه با حذف لیونل مسی و یارانش. پس مسی در اولین بازی جزیره رو ترک میکنه و در آبهای خروج آن غوطه ور میشه و لیگ ایران فقط با یک بازی جای مسی رو میگیره. نیمی از تیم‌ها حذف شدن، پس میریم سراغ 5 تیم باقی مونده تا مرحله بعدی نیمه نهایی برسیم. بعد
دوباره لیگ ایران. این بار توی جزیره به جایی میریم، همونجا وای میسیم، اما فلش رو میچرخونیم بالا. خودش تو آبه چی؟ اما این بار با سرعتی بالاتر هم چون نور میچرخونیم. به سمت راست بالا افتاد. یعنی لیگ عربستان و رونالدو. حالا اینجا جایی که رونالدو برای بار بعدی باید مقابل ایران قدم بکنه و ببینیم که میتونه انتقام مسی رو بگیره یا اینکه ایران انتقام بازی با پرتغال رو میگیره. اما رونالدو هر جور شده بود میخواست انتقام اون پنالتی به ایران بندو توی این بازی ازش بگیره. حالا بار دیگر بازیکنان ایران در لباس سپاهان اصفهان با حضور علیرضا بیرانوند و اساتید عرمای پرسپولیس استقلالی تراکتوری سپاهانی حضور پیدا کردن در برابر لیگ عربستان، گرونترین لیگ ترند این روزهاست. کریم بنزما به سمت راست میرسونه، ریاض محرز، رونالدو کاملا نفوذ کرده توی عمق دفاعی ایران. محرز خطرناک ساویچ، وای گل خوردیم وای خدا رو شکر. حساب این رو میذاره رو سر کاوه رضایی، حالا اونجا استاپ میکنه کاوه یا نه؟ وای مقالو میتونه گلش کنه. نه دارم این موضوع رو میبینم مغزم قشنگ احساس میکنم داغ شده، یعنی اصلا احساس دارم میکنم این موضوع رو. الکس تلس سوپر رونالدو داد بهش رفت واسه ایسان کردن روی سر کریستیانو رونالدو احتمالاً. وای رضایان میگیرش برو کلا. یاز محرز میخواد انگولو کانتر رو بندازه و وسطتر میرسونه، حالا تو بریده شد. بابا بس فاز بر اون پدر داور داره به حمله میکنه بازیکن ما. ببین من طرفدار ایران هستم ولی توی این بازی منطقی نیست که بخواد ایران ببره. کریم بنزما وسطتر میخواد برسونه، چه آچمزی میشه کریم. آقای مقلو وقتتر میرسونه اونجا بازیکن ما. مهدی ترابی بعد برسونه به سمت چپ، امید نورافکن، سانتش، مقلو، ساویچ به جلو تامین رسونه، الکس تلز به وسط، ریاض محرز دوباره گرفته، الکس تلز دوباره به وسط تر میخواد برسونن. باید حواسمون جمع باشه اونجا چه دفاعی میکنیم. مهدی ترابی میتونه یه زد حمله بزنه، باید سریعتر بود و زد حمله رو تشکیل بده از بازیکنان ما. مقالو تک به تک فوگ از اینش مساوی کردن. به سمت پنالتی میرویم، جایی که رونالدو میخواد انتقامش رو بگیره. خدا به این ضربه رو بعد مهدی ترابی سمت دروازه ادوارد مندی، وای ببین مندی همه رو در میاره مطمئنم. بوری کلا مهیت میگم ایران من کجا میکنم در رفتن به راست به راست باریک. اگر ایران این پنالتی رو گل کنه و دفعه بعدی هم بتونه بگیره دو طرف بالا، رامین گلش میکنه. ریاض محرز همچنان کریستیانو رونالدو نیومده منتظر ببینه که بیرانوند داره چی کار میکنه. بیرانوند بگو رونالدو رو بیاد. کاوه رضایی امیدوارم که اینو تبدیل به گل بکنه. کاوه وای بعد موقع خراب کردی انرژی و بعد میمردی بالا اینجا بیرانوند در بیاره. حالا باز دوباره ببینیم که بیرانوند میتونه پنالتی رونالدو رو بگیره یا نه. بیرانوند این دفعه نه. آجی دهنش سرویس کاملا مساوی کرد. گفتم میگیره. گل نکرد، مساوی همچنان. به خدا به قیافت میخوره گلش کنی. بزن چپ گله. ساویچ باشه تو قرار گرفته به ایران وند، فقط میتونه نجات بده لیگ ایران رو که نمیگیره و تمام کار. النصر با درخشش کریستیانو رونالدو به مرحله بعدی میره. دیگه نوبت این رسیده بود که ایران جزیره رو ترک کنه و لیگ عربستان صاحب چهار قلم رو میشه. گردونه رو میچرخونیم این بار، امیدواریم که النصر قهرمان بشه. اما لالیگا میفته، در جزیره به سمت لالیگا میرویم و فلش رو میچرخونیم پایین به سمت راست، یعنی لیگ انگلستان. برای لالیگا رئال مادرید و برای لیگ انگلیس من سیتی رو انتخاب میکنیم. ترکیب لالیگا رو که یک بار دیدین هیچی، اما ترکیب اونا، ترکیب انگلیس، شما فقط نوک و دفاعشون رو نگاه، اوورالاشون رو نگاه کن. من چی نمیگم. لا وقتش بود رئال مادرید انتقام چمپیونز لیگو از من سیتی و گواردیولا بگیره. لا میرسیم سراغ بازی لالیگا و من سیتی دلها. اینجا باید رئال مادرید انتقام رو بگیره از گواردیولا و دوستان. حالا مراتا توپ رو گرفته. ببین نظر منو بخوای لیگ انگلیس بالا نمیاد. حالا من الان اینو گفتم بعد نگی آخرش گفتی، همین الان دارم میگم لیگ انگلیس بالا بیا نیست، فینالم بیاد قهرمان نمیشه. اول فصل توش میرفت تو گل با کوین ایبراهیم، میخواست سان بکنه رو سر ایلینگ، حالا مثلا که اینجوری که داره بوش میاد هری کین اونجا هست. یو اول فصل بود اما سری که بر روی بازیکنان رئال مادرید میریزه. رشفورد دقیقه 26 بازی در بدر باز کرد. یک دقیقه تا پایان نیمه اول ایلینگ ها نه دیگه اوتون نه کرده رو نگیر واسه چون نخواد. باز دوباره که وینی رو از همون سوراخی که زهرش رو وارد کرده بره رئال مادرید. وای بگی تو بازش. نیمه اول با برتری کامل من سیتی نسبت به رئال به پایان میرسه. حضرت عباس گل چه، یا اول فصل این گل چه، یا علی مدد این گل چه. بارکلا دقیقه 67 بازی 1-1. آها آقای مراتا بارکلا، آقای مراتا خیلی عالی کار میکنی شما. معذرت میخوام اول یه ذره حرف و نقل شد.
آری کلا چه پاسی میندازه اونجا مندی جلوتر لواندوفسکی مراتا لواندوفسکی میتونه راه بندازه بزن یه جوری آری یک بر یک میشه پس میریم سراغه پنالتی کشی حاجی وینیسیوس وینیسیوس داداش تو عالی ترین بازیکن روی زمینی فقط گلش کن بارک آقا به خدا این شانسی بهت گل زد اینو بگیر اینو بگیر تو را خودم بازی کاملا مساوی و پای داره پیش میره اما آقا این خرابش میکنه آقا بازیکن نبود این بعد میزد نه آقا بارکال برونو چیه بابا من برونو فرناندز پلاستیک رفته تو مخ من بگیرش دیگه بغل پا آروم زن بازی کاملا مساوی و لواندوفسکی دلها پشت توپه من اعتماد دارم به شما بزن گل دارم آقا من اصلا نگاهم نکنم ایشون گلو میزنه اصلا من چشامو میبندم چشامو باز کردم گلش کرده باشی گله دیگه فکر کنم زده چپ خب ریدی ممنونم ازت الان جر میدن دروازه رو به خدا الان جر میده دروازه رو تورم خاله میکنم واسه سوباسا موری کلا مساوی فعلا داوید آلابا داوید آلابا تو رو جان پدرت گلش کن مرسی چه گولی حالا اگر بتونیم پنالتی ارلینگ هالند رو بگیریم توسط کورتوای دلها یه دونه پیش افتادیم بگیر پنالتی شو دیگه تیتر آقا این گل به شو نیست نه مرسی من بار ببین بگی تو رو خدا تو رو خدا اون داستان زن تو اینا رو انتقامشو بگیر مارک انا انتقامو میگیره کورتو از کوین دی بروینه و پریمیر لیگ در اولین بازیش درامهای خروچان قوطه ور میشه اما لالیگا قدم روی خودش رو به سه عدد گسترش میده حالا نیمه نهایی اصلی رقابت ها هر کسی از بین این سه تا ببره رفته فینال گردونه رو میچرخونیم برای نیمه نهایی رقابت ها لیگ کجا میفته لیگ عربستان وای نیکاشی نمیافتاد در یاد به سمت لیگ عربستان و رونالدو میریم فلش رو میچرخونیم و به سمت و سوگه پایین سمت راست یعنی لیگ پرتغال برای عربستان النصر و برای پرتغال پورتو رو برمیداریم اما اینجا یک ایرانی حضور داشت که میتونست انتقام حذف شدن لیگ ایران رو بگیره و کریستیانو رونالدو بادره چورو میکنه پاس میده به کولی بالزی دیوید نرس میرسونه به ایوانیلسون بندار بزنیم گوشه 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 همون سانت تارمی خدایی تارمی خدایی تارمی بمیری دیوید دیوید نره 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 بیرون نره بیرون این خاکت اون سر محرز محرز رو تعمیر ساویت چه شوتی چه سیف ببین من کی دارم اینو میگم دقیقه 90 بازی 0-0 تارمی میاد یه دونه گل میزنه تموم میشه کار حالا ببین کی گفتم من میگم بس 0-0 بابت تارمی بده تارمی تارمی چرخ تارمی چرخ تارمی چرخ تارمی خودت بزن قابل فاس یا قابل فاس یا قابل فاس شوتش کن شوتش کن شوتش کن مهدی تارمی مهدی تارمی مهدی تارمی مهدی تارمی یه پاس زیبا به ایوانیلسون ایوانیلسون ریکاردو خب بابا نده به اون کاف دیگه نده به کریم نده به کریم کریم داره نفوذ میکنه ببن وسطو شما رو 21 نفهم ببن وسطو ببن وسطو ببن احمق وسطو ببن احمق متاسفانه پیشگویی درست ازت بر نیومد پس بریم سراغ پنالتی حالا اولین پنالتی اومد سالی اومد به سمت دروازه لیگ پرتغال میزد حالا سالی اومد اولین ضربه پنالتی میخواد بزنه به سمت دیگو کاستا دروازه‌بان لیگ پرتغال برک کرد سادیو مونه رو دوست دارم ولی اینجا باید تارمی بره بالا انتقامو بگی تارمی آخ 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 ریدی بابا میخواستم تازه جواب بدم اینو بگی شما لطفا من جواب رو شروع کنم بارک بارک کلا مساوی خیلی خوب حالا اگر کریستیانو رونالدو اینجا خراب بکنه پنالتی بعدی مهدی تارمیه بگیر بگیر پنالتیشو پنالتیشو بگیر یا میگیر یا بگیر مورکانو مورکانو ببینیم که آیا را مهدی طارمی میتونه انتقام رو بگیره از کریستیانو رونالدو یا که خیر که ریدیم من بنزما زرت میزنه تور پاره میشه از اون بر بفرما نه مورکانو ایوانیلسون بی پدر پشت توپ قرار گرفته با شماره 30 به سمت دروازه حریف میر میرینه کلن از 10 تا پنالتی که دوتا تیم زدن دوتاش گل شده این رو دیدین کلن دیگه ساویچ بفرما 11 تا پنالتی دوتا گل یا ابوالفضل یا ابوالفضل انتقام گرفته میشه من انجام میپرم یا ابوالفضل بگیر یا بگیر یا بگیری پنالتی شما بارکن حالا یه بار دیگه پورتو برای شکست الناس فرصت داشت وای 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 بزن 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 انتقام ایرانی ها رو بگیر از کریستیانو رونالدو بگیر انتقام رو بارکن گفتم بهتون دراماتیک میشه صحنه کریستیانو رونالدو با چشمای اشکبار جدیدن رو ترک میکنه حالا لیگ پرتغال صاحب 7 قلم روه به فینالی میره که باید مقابل لالیگا قرار بگیره حالا که تا اینجا اومدین بگین لالیگا میبره یا لیگ پرتغال کدومشون بهترین لیگ دنیا میشن و زنده میمونن تو این جزیره برای لالیگا رئال مادرید و برای لیگ پرتغال پورتو رو برمی‌داریم تا
تارمی و دوستان که بیشترین قلم رو توی جزیره رو داشتن باید با لالیگای بازی میکردن که لیگ جزیره رو حذف کرده بود. حالا میرسیم به فینال رقابت های بهترین لیگ دنیا. البته که در این ویدیو واقعا جای لیگ روسیه خالی نبود، اصلا خالی نبود. آقا واسه چی لیگ روسیه بیاریم؟ آقا یا احمد فضل رو ببین، لواندوفسکی و موراتا رو فقط شما بگیرید، بقیه هیچ کاری نمیکنن، نه دمبله نه وینیسیوس. شما زمینی از گوشه ها بیار وسط پشت محوطه پاس رو بده. بذی تارمی یک حرکت بسیار زیبا. تارمی یا احمد فضل، یا احمد فضل، یا احمد فضل گل میخوره. لیگ پرتغال با 7 قلم رو از آلموار اماراتا. چای دو غزال واسط گذاشتم کنار تارمی. دو غزال، نه دو غزال، دو غزال تیره از اون سیاها، اونای خود دوست داری. نه بخوان بیان واسطشون یه دونه احمد و محمود میذارم. نیمه اول یکیش واسه ران. پس مهدی تارمی، به خدا ببین تارمی میتونه گلش کنه، بهش پاس بدن. تارمی برو تو. مهدی تارمی میتونه وسط‌تر برسونه اونجا. مهدی اون ناختن رو زمین، صورتشو گرفته. به خدا تیم داره سر این اوالینسون بی پدر میوازه همش. برو گمشو کنار. اوالینسون توپ گرفته، جاموری احمق یه دونه سان نمیگه چی ولش کن. سان کرد حالا. پاسو بده بهش دیگه. خب بده تارمی، بده تارمی، تو رو خدای بار بده تارمی. پاسو بده به تارمی بیبدر. وای لالیگا قهرمانه، بهترین لیگ دنیا میشه و با اخراج تارمی و دوستان کل جزیره رو مال خود میکنه. اونایی که این نتیجه رو درست پیشونی کرده بودن از همینجا ممنونم که تا آخر ویدیو رو کردید. فعلا تا ویدیوهای بعدی.